اتفاقات خطرناکی میتونه آتش جنگی را در شبه جزیره کره روشن بکنه و میدونیم امروز یک مانور پنج روزه نیروهای آمریکا با نیروهای کره جنوبی در مرزهای کره شمالی داره اتفاق میافته و در این مانور بیش از دوازده هزار نفر سرباز آمریکایی و چندین هزار نفر سرباز کره جنوبی شرکت دارند و گفته میشه در حدود دویست و سی در این مانور شرکت میکنیم و خانم نیکی هیلی چند روز پیش در شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی وزیر سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در شورای امنیت سازمان ملل متحد چنین گفت که اگر جنگی در بگیره با آمریکا در واقع کره شمالی نابود خواهد شد از طرف دیگه کره شمالی تهدید میکنه و چنین مطرح میکنه که موشک بالیستیکی کره شمالی همکنون میتونن تمامی خاک آمریکا رو مورد حمله، هم مورد هدف قرار بدن. و آقای جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا چند روز پیش تایید میکنه که کره شمالی به این چنین توانایی اکنون دست یافته یعنی موشکای کره شمالی میتونن تا خاک آمریکا پیشروی بکنن بحث امروز من درباره شرایط شبه جزیره کره نیست بحث امروز من درباره بحران عربستان سعودی و ایران به ویژه موازه تعجب آور محمد بن سلمان مو... مو... ولی عربستان سعودی که در روزهای گذشته چنین مطرح کرده که اسلام افراطی در عربستان سعودی در واقع وهابیت ریشه در انقلاب ایران از سال 1979 داره محمد بن سلمان عربستان که تصمیم گیرنده واقعی در سیاست داخلی و خارجی عربستانه در روز هفت آذر آذر 1396 یعنی چند روز پیش در روزنامه گاردین ادعا میکنه که افرادگری مذهبی در عربستان یعنی وهابیت ریشه در انقلاب اسلامی ایران 1979 داره محمد بن سلمان به گاردین چنین میگه میگه آنچه در سی سال گذشته اتفاق افتاده ربطی به عربستان سعودی نداره آنچه در سی سال گذشته اتفاق افتاده ربطی به خاور میانه نداره پس از انقلاب ایران در سال 1979 مردم میخواستن این الگو یعنی انقلاب ایران را در کشورهای مختلف پیاده بکنند و یکی از آنها هم عربستان سعودی بود محمد بن سلمان اضافه میکنه حالا وقت خلاص شدن از آنه این مطالبی است که محمد بن سلمان به گاردین میگه او میگه باید از شر این مشکل خلاص شد منظورش اینه که باید از شر جمهوری اسلامی خلاص شد محمد بن سلمان به وضوع قبلا هم در مصاحبهای با نیویورک تایمز در روز 24 نوامبر چنین گفته بود او گفته بود خامنه ای هیتلر جدید خاورمیانه است او اشاره کرده بود که ما تجربه فاشیسم در اروپا به عربستان چنین چیزی را میآموزه میآموزد که هرگز نباید با هیتلر جدید یعنی جمهوری اسلامی مماشات و مذاکره کرد توجه کنید به این گفته های آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد توافق اتمی برجام نتانیاهو در مورد توافق اتمی چنین گفته بود او گفته بود توافق اتمی شش کشور جهانی با ایران مانند توافق 1938 اروپا با هیتلر پیمان 1938 کشورهای فرانسه و انگلستان با هیتلر و مماشات آنها با هیتلر باعث این نشد که جلوی فاجعه جنگ جهانی دوم و کشتار بیش از 6 میلیون یهودی گرفته بشه این آقای نتانیاهو میگه و آقای نتانیاهو نتیجه گیری میکنه که اکنون نباید با جمهوری اسلامی مذاکره کرد و مماشات کرد موقعی که این دو گفته های آقای محمد ابن سلمان ولیه در عربستان سعودی و نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو کنار هم بذاریم میبینیم هر دو شبیه همه و به نظر میرسه که منبع اطلاعات واحدی این دو گفته دارن بحث امروز من هم داره گفتم در اینجاست که آیا واقعا افرادگری اسلامی یعنی وهابیت در عربستان سعودی در سی سال گذشته ریشه در انقلاب ایران از سال 1979 داره آنطوری که محمد ابن سلمان مطرح میکنه و کوشش میکنه مردم جهان را به بیراهه ببره یا اینکه اسلام وهابی طبق اسناد موجود خود عربستان سعودی در سالهای اوایل 1960 توسط همین خاندان سلطنتی عربستان به عنوان یک جنبش و موج سیاسی مذهبی در مقابله با دشمنی با پان عربیسم جمال ناصر جمال عبدالناصر در مصر گسترش یافت در واقع وهابیت و وهابیت خاندان سلطنت عربستان اهرومی در مبارزه با جنبش سکولار پان عربیسم جمال عبدالناصر بود و همزمان در مبارزه با سوسیالیسم احزاب بس در عراق و سوریه بود عربستان نگران و وحشت زیادی از جنبش عبدالناصر در سرنگونی خاندان سلطنتی عربستان داشت ما میدونیم در سال 1962 مصر در حدود 60 هزار نفر نیروی خودش را وارد یمن کرد یعنی به حیات خلوت عربستان وارد کرد و در جنگی با عربستان سعودی قرار گرفت در سال 1962 عده از افسران ملیگرای سنی یمن حکومت پادشاهی زیدی های یمن یعنی حوسی ها رو ساقط کردند اونها در شمال یمن جمهوری عربی را اعلام کردند و این خطر بزرگی برای عربستان سعودی و خاندان سلطنت عربستان سعودی بود و بنابراین جنگ داخلی در یمن در گرفت. عربستان در کنار پادشاه ساقط شده زیدی های یمن یعنی حوسیا قرار گرفت و برای ارتش مصر که در کنار جمهوری بی جنگید مبارزه میکرد پادشاه آن زمان عربستان ملک فیصل عبدالعزیز در مقابل عبدالناصر رئیس جمهور مصر در یمن قرار گرفت من از اتاق فرمان میخوام که این تصویر رو نشون بدن تصویر ملک فیصل با عبدالناصر رو یعنی در واقع این دو رهبر جهان عرب در یمن با هم می از همان زمان اهرومی که عربستان برای سکولاریسم و جمهوری خواهان در جهان اسلام استفاده میکرد اسلام بسیار افراطی یعنی وهاویت بود اسلامی که ایدولوژی تروریسم جهانی امروز از القاعده گرفته طالبان گرفته تا داعش و حکومت اسلامی جبهه النصرت در سوریه و بوکو حرام در واقع ایدولوژیشون همین وهاویته قبل از اینکه به این مسئله ادامه بدم قبل از این صحبت خودم ادامه بدم میخوام توجه شما رو به یک سندی جلب بکنم که چنین گفته میشه که عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن این سند رو منتشر کرده امروز فاش شد امروز اخبار در این جهته که عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن در یمن کشته شده توسط نیروهای شورشی حسیا به قتل رسیده من امروز میخوام از این سند صحبت بکنم و سندی که چنین مطرح میشه که عبدالله صالح منتشر کرده گفته میشه این سند توسط سایت رسمی حزب کنگره ملی یمن یعنی حزب عبدالله صالح رئیس جمهور سابق این کشور منتشر شده یک بار دیگه اشاره بکنم امروز این اخبار منتشر شده که عبدالله صالح امروز به قتل رسیده در اینجا تاکید میکنم گرچه من نمیتونم درباره این مطلب یا درباره اینکه آیا این سند واقعا سند واقعی است یا سند واقعی نیست نمیتونم نظر دقیقی بدم ولی میتونم به یک مطلب اشاره بکنم آن چیزی که در این سند آمده با اتفاقات آن زمان و شواهد آن زمان کاملا با هم تطابق داره من قضاوت رو میگذارم به عهده بینندگان خودم آنطوری که گفته میشه این سند نامه فیصل عبدالعزیز پادشاه آن زمان عربستان به لیندون جانسون رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1966 یعنی اصل سند رو میبینین این اصل سنده و این سند به عربیه ملک فیصل در این نامه تاکید کرده که مصر از یمن عقب نشینی نخواهد کرد مگر آنکه اسرائیل برای اشغال غزه، صحرای سینا و کرانه باختری اقدام بکنه و این مسئله باعث بشه که جمال عبد الناصر رئیس وقت مصر، رئیس جمهور وقت مصر مجبور به عقب نشینی از یمن بشه ملک فیصل در این نامه به نقش خطرناک مصر در یمن و منطقه علیه عربستان و آمریکا اشاره کرده و برخی پیشنهادات را برای برخورد با این کشور و تضمین منافع مشترک آمریکا و عربستان ارائه داده به طوری که در یکی از این پیشنهادات آمریکا باید از اسرائیل برای حمله علیه مصر و به دست گرفتن کنترل اماکن مهم این کشور اقدام بکنه تا ارتش مصر از یمن عقب نشینی بکنه و بدین وسیله برای مدت طولانی توجه مصر به اسرائیل جلب بشه در این نامه ملک سلمان مصر را به عنوان دشمن بزرگ عربستان و آمریکا توصیف کرده ملک فیصل در این نامه تاکید کرده که سوریه نباید از حمله حمله اسرائیلی جان سالم به در ببره و باید توجه این کشور به مسئله دیگری جلب شود تا بعد از سقوط مصر تلاش نکنه نقش مصر را در جهان عرب ایفا بکنه ملک فیصل در این نامه خود به جانسون تاکید داره که کنترل نوار غزه که تحت حاکمیت مصر بوده به دست گرفته بشه و کنترل کرانه باختری نیست که به دست اردن بوده از دست این کشور خارج بشه بینندگان یک بار دیگه من تاکید می کنم من نمیتونم اینجا تایید بکنم که آیا این سند واقعی است ولی تمام شواهد و اتفاقاتی که در اون زمان افتاده با محتوای این سند تطابق کامل داره من باید به این مطلب اشاره بکنم قبلا هم قبل از اینکه از این سند صحبت بکنم به این مطلب اشاره کردم که کیش وهابیت یک اهرمی برای مبارزه با سکولاریسم پان عربیست، و جنبش جمهوری خواه در جهان عرب بوده ولی با گسترش وهابیت در جنگ سرد و در جنگ افغانستان و گسترش وهابیت به آسیای میانه و شرق آسیا در واقع این اهرم خاندان سلطنتی تبدیل به ایدولوژی تروریسم جهانی شد بنابراین عربستان دو کالا را صادر میکنه کالای اول نفته و کالای دوم وهابیته توجه بکنید به گفته های سلمان رشدی این نویسنده بسیار معتبر انگلیسی که کتاب آیات شیطانی رو نوشت و این کتاب منجر به فتوای خمینی به قتل سلمان رشدی شد در سال 2015 سلمان رشدی چنین میگه که در بزرگترین اشتباه غرب اینه که فکر میکنه عربستان هم هم فکر ماست ببینید سلمان چی میگه بزرگترین اشتباه غرب اینه که فکر میکنه عربستان هم با ما هم فکره عربستان و خانواده سلطنتی رو رشدی مسئول اصلی گسترش ایدئولوژی افراطی و اسلامی در جهان میدونه سلمان رشدی میگه وهابیت یک موج بسیار کوچکی در جهان سنی اسلام بود تا زمانی که خاندان سلطنتی عربستان با دلارهای نفتی کیش وهابیت را در سراسر سر جهان تبلیغ کردند و گسترش دادند همونطوری که در سند بالا اشاره شد عربستان وحشت از ایده های سکولاریسم و پان عربیسم جمال عبدالناصر داشت به ویژه خطری که در یمن مصر عربستان رو تهدید میکرد در سال 1962 حزب بحث سوسیالیستی سکولار در عراق به قدرت رسید همان زمان در سال 1962 ملک فیصل پادشاه آن زمان عربستان در کنفرانسی در مکه چنین گفت ملک فیصل گفت دو خطر عربستان را تهدید میکنه یک سکولاریسم دو ناسیونالیسم عبدالناصر او گفت باید با این تو دو پدیده عبدالناصر و مصر مبارزه بشه نتیجه این کنفرانس مکه تشکیل اتحادیه جهانی اسلامی توسط خاندان سلطنتی عربستان بود و نتیجه گسترش کیش وهابیت به عنوان ابزار مبارزه توسط این اتحادیه جهانی اسلامی شد در مقابل ناصریسم فیصل همبستگی اسلامی رو قرار داد فیصل در سال 1968 در مکه چنین گفت پادشاه این زمان عربستان گفت ما خواهان زاییدن مجدد اسلامی بدون ناسیونالیسم بدون اقوام بدون احزاب سیاسی هستیم اما بانک اسلام و ندای جهانی اسلام باید از مذهبمان دفاع بکنه اینو ملک فیصل گفت بعد از اینکه از سال 1973 قیمت نفت چندین برابر شد عربستان سعودی و خاندان عربستان سعودی 5 درصد از درآمد ناخالص عربستان سعودی رو هزینه گسترش وهابیت در جهان عرب در شمال آفریقا در شرق آسیا و اروپا کردند توجه بکنید به این رقمی که من همکنون ارائه میدم عربستان در سال 2014 در حدود 300 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت فقط در سال 2014 5 درصد از این درآمد نفتی 2014 عربستان سعودی 15 میلیارد دلار بوده یعنی عربستان فقط در سال 2014 بیش از 500 میلیارد دلار طبق گفته خود خاندان سلطنتی هزینه گسترش وهابیت این ایدولوژی خطرناک و ایدولوژی تروریسم جهانی در جهان و در مناطق مختلف آسیا و اروپا کرد از سال 1973 تا به حال در مدت 44 سال گذشته عربستان در حدود 4000 تا 5000 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اگر عربستان همون پنج درصدی رو که خودش اعلام کرده خرج وهابیت و هزینه وهابیت و گسترش وهابیت در این چهل و چهار سال کرده باشه چیزی در حدود دویست میلیارد شاید دویست میلیارد دلار عربستان سعودی هزینه وهابیت در سراسر سر جهان کرده باید به یک مطلب دیگر اشاره بکنم به یک اسناد اسناد دیگر اشاره بکنم عربستان در سال 1961 در بحبه بحران با مصر دانشگاه اسلامی مدینه را گذاری کرد در منشور این دانشگاه اسلامی مدینه چنین آمده این دانشگاه وظیفه داره پیام اسلام را در جهان گسترش بده این دانشگاه باید دانشجویان را از تمام جهان تعلیم و پرورش بده از همون سال 1961 20 سال قبل از انقلاب اسلامی در ایران نمایندگان دانشگاه اسلامی مدینه به سراسر سر جهان بویشه شمال آفریقا و شرق دور می و جوانان سیادی را انتخاب می و با هزینه عربستان سعودی به عربستان می آوردن و در این دانشگاه اسلامی مدینه تربیت می کردن. در واقع اونها را شستشوی مغزی می دادن. همزمان عربستان هزارها مسجد در شمال آفریقا و شرق آسیا از پاکستان گرفته تا افغانستان و آسیای میانه ساخت و این کادرهایی رو که در عربستان تعلیم و تربیت داده بود بعدا این کادرها رو در واقع به این کشورها منتقل کرد و در رأس این مساجد عربستان سعودی قرار داد این کادرها در واقع میسیونرهای وهابی در سراسر جهان بودند و شدند طبق اسناد خود دانشگاه اسلامی مدینه توجه بکنید از سال 1961 تا به حال عربستان 45 هزار کادر وهابی از 160 کشور در عربستان تعلیم دیده شستشوی مغزی دیده داده و اونها را در واقع انتقال داده به کشورهای دیگه به سراسر سر جهان و اونها را مانند قده سرطانی در واقع در جهان پخش کرد عربستان ده ها هزار کادر دیگر اسلامی وهابی رو در آکادمی های فرهنگی و مذهبی خودش صدها آکادمی که در سر و سر جهان ایجاد کرده بود در این آکادمی ها رشد داد و تربیت کرد و همونطوری که گفتم اونها را در سر و سر جهان پخش کرد فاجعه امروزی تروریسم جهانی فاجعه تروریست در کشورهای اروپا و آمریکا بدون نقش این دانشگاه اسلامی مدینه غیر قابل تصور متاسفانه من در مدت در وقتی که دارم 20 20 تا چند دقیقه نمیتونم اسناد بسیار مهمتری را هم اینجا ارائه بدم امیدوارم در آینده بتونم چنین کاری انجام بدم بنابراین آنچه را که محمد سلمان ادعا میکنه که چنین مطرح میکنه که اسلام افراطی و وهابیت افراتی در عربستان سعودی ریشه در انقلاب اسلامی ایران 1979 داره این واقعیت نداره به هیچ وجه واقعیت نداره اینجا نباید ناگفته گذاشت که نظام جمهوری اسلامی هم به نوبه خودش نقش خطرناکی را در گسترش اسلام شیعه ایران به منطقه خاورمیانه بازی کرده و در گسترش تروریسم اسلامی نقش داشته امروز دو ایدئولوژی تروریسم اسلامی کیش وهابیت عربستان سعودی و کیش شیعه ایران در خاورمیانه در مقابل هم قرار گرفتند و دو فرقه با هم می جالب توجه اینه که اسرائیل در این جنگ دو کیش خطرناک اسلامی در کنار عربستان سعودی قرار گرفته روزنامه ایندیپندنت انگلستان روز پنج شنبه سی نوام چنین می که عربستان سعودی آماده است قضیه فلسطین را رها کرده و به خاطر زدیت با ایران هم پیمان اسرائیل بشه ایندیپندنت به سخنان اخیر یعقوب نگل مشاور امنیت ملی عرب اسرائیل اشاره میکنه که گفته بود عربستان برای قضیه فلسطین پشیزی ارزش قائل نیست ایندیپندنت می نویسه به هر میزان که مناسبات ریاض و تهران وخیمتر میشه روابط عربستان سعودی و اسرائیل گرمتر میشه این صحبت که این روزنامه معروف انگلیسی میکنه بینندگان عزیز فرصت برنامه من همینجا به اتمام رسیده تا برنامه آینده بدرود